از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم، هم ساری عوستایم، هم آتشی زردوشم، هم سالی عوستایم، هم آتشی زردوشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. بانیاران گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی درس هایی از تاریخی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اندیشه و محدودیت زمانی ندارد. هرگاه و هر کجا می توانید گوش کنید و برای یاران روان کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv نصف جمعیت مملکت ایران مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت‌ها را قبول کرد. شاید خودش کاری در این راه انجام نداد، ولی شرافتمندانه مسئولیت‌ها را قبول کرد، برای اینکه تمام زن‌هایی که ما در کارهای مسئولیت‌دار می‌بینیم، اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام می‌دهند. ایران همه جا شهر من است، شهر تو، شهر عشاق، هر بوم و برش مهر و آفاق. نوروز، نوروز، شیر و شرابش را، شمشیر برنده، شیرابن وطن. ای خدا، کاشکی مویم پولدار و بی غصه بودم، مثل همه بچه ها بار سفر بسته بودم، زور می رفتم وکیل آباد می کردم ماشنو، می زدم یک کباب برگ به همراه چلو، تا نگن گشنه گدای وکیل آباد ولو، چه قلد ها مکنه گشنه گدا گم رو برو. بعد دو یک قدمی زیر درخت آمه زدم، یک شکم زیر سه انگور و گلابی می زدم، چاییره جوش می دادم روی آتیش ما دوباره، شکم آماده می کردم بره شیره گاو دوباره، شیر گاو می زدم شیرجه میونه آب ده برو و ده برو برو، تا نگن گلاده بلو، چه قلد ها مکنه گشنه گدا گم رو برو. درود دارم به همه مهربانیاران، آرزو دارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید و در پناه اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی زمانه را به شادی بگذرانید. نوروز نزدیکه، یادتون نره. چهارشنبه سوری نزدیکه، یادتون نره. جشن شاهانه، یادتون نره. چهارشنبه سوری رو گرامی بدارید و 14 ماه مارچ، 24 اسفند ماه، روز پدره، روز رضا شاه بزرگه، یادتون نره. روز رضا شاه بزرگ ما برنامه داریم روی فیسبوک، وارد تالار ما بشید، وارد سالن ما بشید و هر کی دلتون میخواد صحبت کنید. روز شماست. من هیچی صحبت نمی کنم. همه شما هر تعداد نفر باشید میایید و صحبت میکنید در مورد رضا شاه و روز پدر. 24 اسفند ماه سال 7758 در راه داره میاد، تا یکی دو هفته دیگه. چهارشنبه سوری هم بزرگ بدارید مهمان یاران. میرید روی فیسبوک، بخواید میرید فیسبوک مهر تیوی، میزنید facebook.com/
مهر تیوی و نام نویسی میکنید که 24 اسفند ساعت 8 شب تهران 5:30 پاریس همه تون بیاین هر تعداد هستید و مشارکت کنید در روز بزرگ داشته رضا شاه رو هم چاد بعد هم که نوروز هست من پاینده و پایدار. امروز من میخوام در ابتدای برنامه به یک نکته اشاره بکنم و اون این که بسیاری از همیهنان گرامی و نازنین و دوست داشتنی من که برنامه من رو سالهاست دنبال میکنن از اسرائیل هستن، در اسرائیل یهودیان ایرانی که در اسرائیل هستن، از من خواستن که در رابطه با اظهار نظرهای اخیر بنیامین نتانیاهو به عنوان یک مورخ نظر بدم، چون در رابطه من کتاب های زیادی هم چه به زبان پارسی چه به زبان فرانسه انگلیسی نوشتم و صحبت اخیر آقای بنیامین نتانیاهو میدونید ایشون اومد توی سخنرانی که به خاطر جشن پوریمش داشت گفت این پرس، واژه پرس رو به کار برد، گفت اینا از 4000 سال پیش میخواستن ما رو بکشن، قتل عام کنن، 2500 سال پیش میخواستن ما رو قتل عام بکنن، ما جشن پوریم میگیریم و از این هارتو پورتا کرد. من با اینکه همیشه منو میشناسید، من سیاوش اوستا دیوید عباسی همچنان که همیشه سیاست های اسرائیل رو تایید کردیم و در منطقه ازش پشتیبانی کردیم در سطح جهانی و با آنتیسمیتیست با کسانی که مخالفت و دشمنی میکنن با یهودیت مبارزه کردیم. این رم که امروز میخوام به بنیامین نتانیاهو بگم در رابطه با همین در راستای همین با مسئله است که کار ایشون، یعنی من میگم پاشم وای میستم، تا حالا اتهامات زیادی چیزی زیادی به بنیامین نتانیاهو خود یهودی ها گفتن، خود یهودی ها از این بدتر رو گفتن، حتی یک کسی با هیتلر گفت بودی هنرمند اسرائیل. حالا اینا رو بگذاریم، بنیامین جان نتانیاهو من میخوام این رو بهت بگم که تاریخ با بازی سیاسی فرق کنه، تاریخ رو نبایستی واژگون جلو بداد، تاریخ رو باید درست گفت. آدرس عوضی تو نباید بدی، تو که سید علی خامنه‌ای نیستی که آدرس عوضی بدی. سید علی خامنه‌ای این عرب ها هستن که دارن اذیتش میکنن، ولی که این خودش نوکر عرب هاست، ولی خب برای پولسازی است و غیره، اون میاد همش آدرس اسرائیل میده، هر بلای سرش میاره میگه اسرائیل، قتلای داخل کشور میگه اسرائیل، سعید امامی میگه اسرائیل، بمب میذارن اونجا میگه اسرائیل، آقا خود عربستان میگه آقا ما داریم پول میدیم روزنامه رادیو تلویزیون آدم ها میگه اسرائیل، اون آدرس عوضی میده. وقتی آدرس عوضی میده غلطی که هزاران یهودی ایرانی در اسرائیل دارن زندگی میکنن، این کار تو لطمه میزنه، نباید این کارو بکنی، لطمه میزنه. نکته دیگه این که جنگ های داخلی که هست، درگیری داخلی که هست، تو باید آدرس درست بدی. در ابتدا همچنان که در کتاب ها من اینو نوشتم، اینجا اینو یادآور میکنم که یهود و یهودیت دو مقوله جدا از همه، نباید قاطی بکنی. یهود تبار، یهودیت دینه. حالا یهود که تباره یعنی چی؟ یعنی مردم یهود مثل مردم ایران، از همه ادیان توشه، مثل مردم آمریکا، از همه ادیان و اندیشه و ایدئولوژی‌ها توشه، مردم آلمان، فرانسه، هر جایی مردمن، تبارن. یهودی تباره، یهودیت دینه که برخی دین دارن، چون میدونید خیلی از یهودی‌ها دین ندارن، لایکن، اگنستیکن، اتئیستن و الاخر. این توضیح رو باید بدم تا مسئله رو بفهمین، خصوصا یهودیانی که دارای دانش تاریخی و علمی و بالایی نیستن و حتی تورات هم خوب نخوندن و نمیدونن، این رو بدونن. من بهشون بگم تحریک نشن، تحریک حرفای بنیامین نتانیاهو نشن، یهود با یهودیت فرق کن. خب حالا قوم یهود به عنوان یک ملت، یک مردم، اینا از زمان آدم تا الان با هم خودشون بین خودشون درگیری داشتن، مثل ما ایرانی ها مگه درگیر با هم نداشتیم؟ مثل امریکایی ها مگه با هم درگیر ندارن؟ یک حزب چپ، یک حزب راست، یک دموکرات، یک جمهوری خواه، تو فرانسه هم همیشه همینطور بوده، همیشه خود مردم فرانسه با هم درگیرن،
نظر سیاسی و حتی نظر ایدئولوژی و غیره. این بین یهودم بوده. اول شما ببینید آدم و حواس. آدم بعدم تمدن و فرهنگ و پایه و ریشه یهود مال ایرانه. تو پرسی نبتون بینیم این یه همه قبایل یهود اصلیتشون پارسیست، ایرانیست، پرسه. آخ تو چطور بیایی بگی پرس ماست مال بکنشه؟ تازه اونم دو موردم گفتی دروغ بوده و الان به ثابت میکن. ولی این درگیری ها درون بوده، الان هم درگیری درون و بر علیه بنیامین نتانیاهو از خود درون اسرائیله. تو نباید آدرس رو عوضی بدیم مثل علی خامنه ای. ابتدای آدم و حوا ابتداش آدم انقلابی رولوسیونر آدمه. توی حکومت ایلامیان میخوان بکشنش، شاه میاد عفوش میکنه، میگه نه تبعیدش کنید، تبعیدش کنید به صحرای سینا 6000 سال پیش. بعد اشکانیان و مادها و 4000 سال دارم این هم کردان که الان همپیمانان اسرائیل هم در توی تاریخ هم اسرائیل هم نجات دادن. بعدم درگیری ها زیاد میده به حابیل و قابیل تموم که شروع میشه تموم نمیشه که. قابیل میزنه حابیل برادر خودشو میکشه. پرس بودن اونا. بعد تو داری میاد تو تاریخ یوسف رو فرزندان یعقوب هم. یوسف از فرزندان یعقوب برادرش میذاره تو چاپ بکشنه، شانسش میگیره زنده مونه. دانیال رو که میشه نخست وزیر ایرانی خود اقوام خودش میخوان بکشنش، میگن آقای فلان فلان بندازش جلو شیرا بخورنش، میره جلو شیرا میفته با شیرا حال میده، حال میکنه شیرا میشناخته نجات پیدا میکنه. درگیری داخلی بوده. عیسی مسیح وقتی میاد، عیسی یهودیه، میگه من اومدم قوم یهود رو از استعمار روم نجات بدم، میخواد اینا رو نجات بده از استعمار روم. ولی کنیسه بزرگ، رهبران دینی یه یهود میان این رو تسلیم میکنم، میان نه آقا این رو بزن بارابس آزاد کن، این رو بزن بکش. یکی دیگه تاریخ همه میدونن، تو تاریخش این درگیری بین خود اینا بوده. حالا پوریم چیه جریانش؟ اول اینکه پوریم رو خیلی قبول ندارن، میگن دروغه، افسانه است. ما فرض میگیریم که درست باشه. تاریخی که در موردش هست چیه؟ چون در کتاب تورات نیومده پوریم، در قسمت افسانه های استر اون نیومده، اون افسانه محسوب شده، خیلی هم قبولش ندارن. ولی همون پوریم اوکی، اونجا هامان اراده میکنه که قوم مردخای رو بکشه، نه یهودی، کل یهودی، قوم مردخای رو رقیب میشه یهودی ها رو بکشه. مردخای با استر میرن پیش شاه، اونا میزنن هامان میکشن و هزاران ایرانی رو اونا زدن کشتن. بعد هامان کیه؟ هامان ایرانی نیست که، بر اساس دادای خود کتاب مقدس و تاریخی که مونده هامان ایرانی نیست. هامان هم از قوم و قبیله ابراهیم و آدم و یهودیه. هامان ایرانی نیست. هامان از قبیله است که این قبیله عیسو، فرزندان عیسو هستند و بعد اینها فرزندان عیسو از نسل و تبار اسحاق هستند. اسحاق فرزند ابراهیم، یه فرزند دیگه هم داره اسماعیل که اون محمد و اینها اعراب از اونجا اومدن، یعنی اعراب هم یهودی هم در از ابراهیمی هم آدمی هم. هامان که نخست وزیر ایران میشه از نسل و تبار عیسو و فرزندان اسحاق و یهودیست. وقتی ایشون نخست وزیر میشه، مردخای رئیس درباره، وزیر درباره، اون میخواسته وزیر بشه، نخست وزیر بشه ولی نمیشه، شاه اونو میکنه. بعد وقتی که مراسم تشریفات هست برای معرفی هامان، همه باید تعظیم کنن در برابر نخست وزیر. مردخای نمیکنه چون وزیر درباره و با هم رقابت درگیری قبایلی داشتن، نمیکنه. دعواشون میشه، یعنی اینجوری معلوم میشه دعواشون شروع میشه و بعد اون میخواد یه بکشه، میخواد یه بکشه، آخرش مردخای موفق میشه توسط استر، شاه رو به زنش میگن، زنش که ایرانی است، میگن بهش میگن بابا زنت ما بیشتریم تو جنگ میکنه لخت بکنه برقص رو ببینمش دیگه، شاه مست کرده نمیفهمه، میگه به لخت کنه برقص، زنه میگه بابا خجالت بکش مرد سوی چون ما لخت کنیم برقصیم، نمیاد برقصه، میگه آقا زنی که برف شاه نکنه و طلاقش، اون طلاق میده. بعد مردخای میره دختر برادرش که تو خونه خودش تربیت کرده بزرگ کرده میرام استر میاره زن شاه میکنه.
ملکه ایران میشه، خیلی خوب میشه. استر یعنی همون استار، ستاره است، یعنی ستاره. میخوام خیلی خلاصه براتون قصه تشکیل شدن اتحادیه اسرائیل رو، یعنی بنی اسرائیل رو بگم. بیش از تقریبا 10 قبیله بودن که اینها فرزندان و تبار آدم و حوا بودن. آدم خودش کسی است که در تقریبا 6000 سال پیش در امپراتوری بزرگ ایلامیان زندگی میکرد و چون یک آدم انقلابی و شورشگری بود، امپراتوری ایلام که پایتخت شهر اور بود نزدیک شوش، میخوان ایشون رو بکشن. دادگاه حکم قتل آدم رو میده، ولی پادشاه ایلام میگه نه، ایشون رو تبعیدش کنی. اینو من به طور قصه با نام افسانه افسانه ها گفتم، پارسی، فرانسه، انگلیسی ترجمه شده در همون کتاب خدا را دیدم در خواب زارزار گری میکرد اومده. وقتی ایشون تبعید میشه به صحرای سینا آدم، اونجا باز یک امپراتوری دیگه ساخته میشه که شه پدران این امپراتوری بنی اسرائیل و یهود ابراهیم هستن، اسحاق و یعقوب، و شه مادران حوا زن آدم، سارا زن ابراهیم، ربکا و لیه و راحل هستن. نکته بسیار زیبا اینه که بدونید اسحاق فرزند ابراهیم که به قول یهودی ها قربانی اون هست و به قول مسلمان ها برادرش اسماعیل، دو تا بچه میاره اسحاق، دو تا پسر، یعنی ربکا همسرشه، مثل سارا بچه دار نمیشه، بعدن بچه دار میشه، دو تا بچه میاره، یکی اسمش هست عیسو و دیگری یعقوب. اسحاق خیلی به عیسو علاقمنده و ربکا به پسر دیگرش یعقوب. از همون بچگی این رقابت پدر و مادر نسبت به دوست داشتن این و آن یک حسادت هایی رو در بین این دو برادر می آفرینه که بعد قبایل این دوتا هم با هم همیشه در جنگ هستند. 12 فرزند یعقوب که قصهش رو شنیدید، یکیشون همون یوسف هست که به چاه میخوان بیندازنش، 12 فرزندش 12 قبیله میسازن و این 12 قبیله اتحادیه بنی اسرائیل میشه که اینها از همونجا خط خودشون رو با عیسو فرزند دیگه اسحاق جدا میکنن. 10 قبیله از این 12 قبیله پس از اینکه سلیمان میمیره، فرزند سلیمان رو اینها فرزندش رو به پادشاهی قبول نمی کنن و از اتحادیه سلیمان جدا میشن، دوتا میمونه. از سال 725 پیش از میلاد این 10 قبیله دیگر مثل روبن، ایساکر، زبولون، دون، نفتالی، گاد، آشر، افرایم و مناسه، همون مناشه و لوی، اینها غیبشون میزنه. یعنی از سال 725 پیش از میلاد مسیح که خود مسیح هم باز یک یهودی از همون اتحادیه بنی اسرائیل است، این 10 قبیله قیبشون میزن. اما این عیسو و ربکا که پسر ربکا و اسحاق هستن نوه ابراهیم، این جنگ و درگیری دوتا قبیله با هم شدت میگیره و بنی اسرائیل هرگز فرزندان عیسو رو آدم حساب نمیکردن و حتی معتقد بودن که این شیطان ایشون بوده و شیطان ایشون رو میپنداشتند. جنگ هامان و مردخای در همین راستا هست که شکل میگیره. دو تا قوم برادر، یکی میشه بنی اسرائیل، یکی دیگه میشه بنی امالیق. بنی امالیق هامان هست، تبار هامان، و اون یکی دیگه بنی اسرائیل تبار مردخای هست.
این دوتا با هم درگیر هستن و جنگ همواره داشتن. مردخای استر رو چون زن شاه کرده نفوذش بیشتر هست، به شاه میگه که این هامان میخواد ما رو بکشه، چون اینا جنگ داشتن سالها، جنگ قبایلی، هر دو فرزندان اسحاق و ابراهیم و آدم، ولی جنگ داشتن. مردخای پیروز میشه که انگشتر پادشاه رو بگیره و هامان رو میکشن و همین جنگ جشن، همین جشن پوریم همین هست. هامان رو میکشن، فرزندانش رو میکشن، تمام استانداران، فرمانداران همه رو میکشن، چنان که چه در خود تورات فصل قصه هاش اومده هزاران هزار ایرانی رو که بیشترشون یهودی بودن و تبار عیسی بودن مثل هامان بودن قتل عام میشه. این افسانه استر، مردخای، هامان و جشن پوریم هست که البته خب میدونید خون و خونریزی از همون حابیل و قابیل فرزندان آدم شروع میشه در این تبار، که قابیل میزنه و قابیل میزنه حابیل برادر خودشو میکشه. بعد اینقدر این درگیری ها پیش شدت پیدا میکنه که در جنگ سارا با هاجر، دوتا زن ابراهیم که هر کدوم هم یه پسر داره که اسحاق داره که اسماعیل، ابراهیم رو مجبورش میکنن که یکی از بچه‌هاشو بکشه، قربانی کنه، که بعد میره میاد میگه خدا گفت نکن این گوسفنده بکش. بعد همون 12 تا برادری که میان امپراتوری بنی اسرائیل رو، قبایل رو تشکیل میدن، کسایی هستن که برادرشون یوسف رو میندازن تو چاه که بمیره از حسادت، باز که بمیره بکشنش. قصه نوح رو دارید، قوم لوط که همشون لواطگر بودن و حتی زن لوط با اون نیست، و این شهر سدوم میبینیم منفجر میشه، همه میمیرن، حتی زنش میگن که زنش هم از میان میره و پسرش میگن پسر نوح با آبادان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. قصهش این بوده که این پسر وقتی پدر خواب هست به اون تجاوز میکنه و باهش لواط میکنه. این مشکلات همواره بوده که دیگه تا میرسه به اون هامان و این جشن پوریم و این سخنان اخیر باز دوباره بنیامین نتانیاهو، که به جای این که مشکلات داخلی مملکت خودش برسه، میاد همه چیزو میندازه گردن پرس پرس ایرانی ها. We're an ancient people. In our nearly 4000 years of history, many have tried repeatedly to destroy the Jewish people. Tomorrow night, on the Jewish holiday of Purim, we'll read the Book of Esther. We'll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. But a courageous Jewish woman, Queen Esther, exposed the plot. حالا و تو دمون وزت نمبر تو کجا هستی؟ چما این انتم باید با آقای بنیامین نتانیاهو و به دنیا بایستی بگید که 2500 سال پیش هامان اگر چیزی در سر داشت و پیش از اینکه عملی بکنه مردخای کشتش، هامان هم از یک تبار بود با مردخای، ایرانی نبود. همه یهودی ها میدونن که ایرانی نبود. چرا دروغ میگه آقای بنیامین نتانیاهو؟ چرا تحریف میکنی؟ این برنامه ما به 3 زبان رفتیم. وظیفه شما اینه که در سر تا سر جهان هر 3 برنامه رو منتشر کنید. مردم گول میخورن. حتی یهودی ها که تاریخ رو نمیدونن گول میخورن. همه جا منتشر کنیم. مرحبا، کیف حالکم؟ اخیرا، یعنی اول بار سیادت بنیامین نتانیاهو حقا Michel Idel. Bonjour à tous, bonjour à tous. Récemment, Benjamin Netanyahu, à la veille de. Voilà, c'est le plus important. Tu as dit que Hamvore Pers, ou bien Arabe, que Madame Darion Darion Koumad, quand elle a dit Pers, Nagi Yahoud, Boudé. Ben, tu as dit que Adam, tu as Gilead, Gilead, tu as dit que Boudé, Koumad, Judaï, Boudé. و ایران بر 140 کشور حکومت میکرده، از جمله استان یهود زیر سلطه ایران بوده گیلیاد. بعد همونجا هم در گیلیاد که الان کمپانی داروسازی بیل گیت اسمش گیلیاد هست، در اون منطقه که در اردن و مرزهای اسرائیل هست،
جنگ ها و درگیری های شده و میشه که باز بین خود قبایل یهودی بوده، بین خود قبایل بوده. تاریخ دیگه، تاریخی باید بخونید. تو میگه پرس این کاری کرده، پرس از همون قدیم نجات داده، همون اخشورش هم اگه نجات میده شوهر استر که پرسه، که فیلم 300 ساختن علیه ما یهودیایی که تاریخ خوب نمیدونن. بعد یهودیایی که تاریخ خوب میدونن، یهودیای خردمند و اندیشمند و که اکثریت رو دارن بین یهودیا، رفتن فیلم دیگه ساختن به نفع ایران. برید ببینید این فیلمو، One Night with the King، یک شب با پادشاه. این فیلمیه که باز یهودی ها ساختن در دفاع از ایران. استر خشایار در برای فیلم 300 که ساختن علیه ایران و علیه یهودی ها، گفتن خشایار چه بوده چه بوده. یعنی این اختلاف نگاه و دید در میان قوم یهود هم هست در رابطه با ایران و پرس. اکثریتشون مثبته، یک نفر میاد انتخابات میخواد استفاده کنه و در طول تاریخ نجات داده. سیروس به عنوان کوروش، کوروش بزرگ، کوروش به عنوان پیام آور و ناجی قوم یهودی در کتاب مقدس عهد عتیق، تورات مکملش رو بخونید، کوروش پیامبر قوم یهوده. عیسی رو میان تحویل میدن به دار، به صلیب میکشنش، با اینکه یهودیه و برای نجات یهود اومده. ناجی موفق نیست. اسپارتاکوس ناجی موفق نیست. کوروش ناجی قوم یهود موفقه، نجات میده قوم کوروش رو. پرس، غواد پرس، کینگ آف پرشیا، این چرفی میمیم دشمنان شما آقای بنیامین نتانیاهو تو خود اسرائیل هم. آقای بنی گانس، یهود المر، احزاب دیگه که مخالف شما هستن، شما یک چهارم رأی مردم اسرائیل هم نداری. الان مدت هاست میخوای ببینی خود اسرائیلیان که میگن آقا تو میخوای شاه بشی اینجا، بنی گانس داری میگه در برابر تو، جنرال بنی گانس بیشتر از تو هم رأی آورد، بهش گفتی 18 ماه دیگه بذار من باشم تا باشم، میخوای برای رأیت این حرف رو میزنی. به خاطر سه چیز بنیامین نتانیاهو این دروغ تاریخی رو میگه. یکی که محاکمه، که محاکمش در جریان دیگه، تا دولت نخست وزیرش تموم بشه میندازنش زندان. جورج سوروس قسم خورده روی قضیه و خودش هم بارا گفته که دشمن من جورج سوروسه. جورج سوروس هم یهودی تباره، ولی از اون تبار دیگه است. تو داخلم خودت گفتی، خود بنیامین نتانیاهو گفته که احزاب رقیبشو جورج سوروس تقویت میکنه درگیری. تو بس یک برای مسئله انتخاباتت، دو برای محاکماتی که داری، و سه دشمنانت همونجا تو داخل خود اسرائیل هستن. آدرس پرس چرا میدی؟ سه میتونی بگی علی خامنه ای، ما هم باش مخالفیم، داریم باش مبارزه میکنیم، میگیم علی خامنه ای 40 سال شما با خمینی چرا دارید میتونید مرگ بر اسرائیل؟ 42 ساله چرا میگید مرگ بر اسرائیل؟ ما مخالف علی خامنه ای هستیم، ولی علی خامنه ای پسر عموی شماست. علی خامنه ای الان بعد 1400 سال گذشته برای فاطمه زهرا داره گریه میکنه. فاطمه زهرا کیه؟ فاطمه زهرا دختر خانم خدیجه است. خانم خدیجه کیه؟ خانم یهودی ثروتمندی که به ظاهر گفته مسیحی است در اونجا برای حفظ ثروتش و با محمد ازدواج کرده. محمد که محمد از فرزندان اسماعیل هست، اسماعیل فرزند ابراهیم هست، ابراهیم فرزند آدم هست، تو یعقوب همینو برگرد. شما مشکل قومی خودتونه، مشکل به پرس نیست که می پرس رو میای میگی. پرس تو اما اسرائیل، تو ببین چقدر به نام پرس سربلندی برای اسرائیل آفریدن. مشه کساب رئیس جمهور شما بود، 7 سال انداختینش زندان فقط به خاطر همین حرفایی که به دروغ میزنید علیه پرس، چون با یک زنه خوابیده. بعد خود شما پرونده‌های مالی که داری که از نظر مالی خیلی خطرناک‌تر از پرونده‌های مشه کساب است، نمیخوای بری کنار، چون میدونی بری کنار مثل مشه کساب میندازن تو زندان. ژنرال مفاز ایرانی است. من حتی دیدم آخر این با اینترنشنال، ایران اینترنشنال، دو تا یهودی
عزیز رفیق دوستشون هم دارم من مصاحبه کردن، اونها هم برای نخستین بار انتقاد کردن به بنیامین نتانیاهو، چون داری یکی آقای اسحاقیان شاعر بزرگ و توانا، این اسحاقیان خیلی شاعر بزرگیه، درود دارم به عزیزم، درود دارم به خانم فرزندانت عزیز دل من بارها اومده پیش من پاریس از اسرائیل، الان برای ایران اینترنشنال خبرنگاری میکنه. ایشون هم حتی گفت خیلی قصه هامان رو قبول ندارم، میگن درست نیست، میگن درست نیست. آقای مناشه امیر باز دیدم با همینا صحبت میکنه، آقای مناشه امیر هم تاکید کرد، گفت این قضیه هامان اصلا قصه هست که خیلی قبولش ندارم، میگن دو قصه هست، افسانه هست، که تازه اگر هم افسانه باشه من شهرش ماجرا به شما دادم. بعد موارد دیگه هم هست که اینا چون شهروند اسرائیلی هستن شاید احزابشون هم نخوان بازی حزبی بکنن، ولی کلا میخوام بگم بسیاری از هممیهنان یهودی تبار من که در اسرائیل هستن با من تماس گرفتن که سیاوش تو یه چیزی بگو، آقا ما اومدیم کتاب نوشتیم برنامه رفتیم که اورشلیم رو ایرانی‌ها ساختن، جدا از که گفتیم خود یهودی ایرانی هستن، ثابت کردیم معبد سلیمان رو ایرانی ها. À l'époque de roi Cyrus, il y a plus de 2500 ans, quand lui il a libéré les Juifs de Babel, il les a autorisés d'entrer à Jérusalem et fonder leur temple. Et c'est-à-dire cette ville toujours était juive et pour les Juifs avec les Juifs lui-même il a abandonné Jérusalem. Et il a fait ses prières vers la Mecque, le temple de ses ancêtres. C'est-à-dire, même prophète de l'islam, il a renoncé à Jérusalem. Alors, aujourd'hui, après plusieurs centaines d'années, on met ça sur la table, sans savoir l'histoire, on pose des questions. Surtout. بعد اومدیم آقا ثابت کردیم که قبر بیش از 30 چند تا بیش از 30 تا پیامبر یهود تو ایران تو پرسه. چرا بنیامین میای این حرفا رو میزنی؟ چرا اطلاعات نادرست میدی؟ خیلی از کهنه خاخام ها شنیدم ناراحت شدم. من نمیخوام اینجا بیام قتال کنم، ولی تو خودت همه عالم آدم میده آقا بنی با جورج سوروس کار میکنه، بنی گانس رقیب بنیامین نتانیاهو هست، یک بنی دیگه بنده خدا رفته زندان و میلیاردر بود، ای بابا ایشون میلیاردر بود، تمام ثروتش رفت و زندان و ورشکست شده، خودش هم داره میگه کار جورج سوروسه. خب تو رقابت ها با جورج سوروس شما کم میارید، تو نمیخوای آراء اون خود اسرائیلی هایی که هوادار جورج سوروس هستن از دست بدید، جورج سوروس هم خودش یهودی تبار هست ولی بیدینه، خودش گفتم بیدینه، تو میای پرس رو معرفی میکنی، اونم در آستانه این موارد، اینا هی میخوان جنگ و شورش و درگیری بیافرینین، اینا با سیاوش هم ریختنه و علی خامنه ایست، علی خامنه ای دشمنه ملت ایران که نیست. خب ببینن همین سدلی خامنه ای برای فهم فاطمه زهرا مادر بزرگش جدش کردن گریه میکنه، اینه دو سده اسرائیل ما که نیستیم. اینجا مقبره فاطمی زهراست. تمام این مقبره که قبری توی اون وجود نداره با پول مردم ایران ساخته شده. 220 هزار متر مربع با هزینه هر متر مربع 4 میلیون تومان ناقابل. مقبره امام علی هم با بودجه ایرانی 20 برابر افزایش داده شده و بیش از 6 گنبد رو طلاکاری کردن. در مجموع برای ساخت صحن حضرت زهرا 880 میلیارد تومان هزینه شده. اینجا ایرانه، مردمی که پول کشورشون برای زیبایی صحن حرم در عراق صرف شده. 70 هزار ایرانی تو چابهار بدون آب و برق، لابلای کپرها در مناطق حاشیه نشین منطقه آزاد زندگی میکنن که حتی یک متر لوله کشی آب هم ندارن. فقط با هزینه طلاکاری یکی از گنبدهای عراق میشه برای تمام این مردم آب شرب سالم فراهم کرد. و به ازای هر متر از صحن حضرت زهرا میشه یک متر کپر رو تبدیل به خونه کرد، اون هم با پول خودشون. چون تازیتون هم نره، اینهایی که اسرائیلی هایی که اینجوری فکر میکنن که ضد اسرائیل هن، اینا میگن نبایستی کشور اسرائیل ساخته بشه تا مهدی بیاد. مهدی اونا موشه اسمش، موشه، تا ناجی نیمده نباید دولت اسرائیل ساخته بشه. بخاطر همینی که ناتوری کارتها باز خودشون یهودی هستن، مخالف اسرائیل هستن. اینها چقدر شما در نظر بگیرید که فقط تو این سالها
خرج علکی برای اعراب کردن تو ایران. اینا ایرانی نیستن آقای بنیامین نتانیاهو. ببین این دیگه بعد از اون قضیه قبری که برای فاطمه ساختن که اصلا معلوم نیست توش چی هست کی هست، میگن تو بقیه نیست هست، حالا بعدم میلیاردها دلار خرج این ساخت کردن. قبری که برای خمینی یک تازی یک عرب دیگه ساختن، ما میگیم تازیان حاکم برمیان. خب این قبری که برای این ساختن، بعد ببین خود اینا استاد دانشگاه اینا چی میگن. دهه 8 بسیاری از مقامات مملکتی میان اینجا حرم امام. من میخوام دعوت کنم از همین مقامات بیان بریم پشت حرم، اونجا بیعت رو انجام بدیم. پشت حرم یعنی روستای لحک که فقط 5 دقیقه با حرم ما فاصله داره. توشهای 1 کیلومتری حرم حضرت امام پرن روستاهایی مثل جعفرآباد، مرجون‌آباد، رحیم‌آباد، جهان‌آباد، کاشونک که مردمش از اولیات زندگی محرومند. با اینا بعد اومد می ساختن. جالب این که از تمام این روستاها کاخی که تو به حضرت امام از اینجا قابل رویت. من از همه دعوت میکنم یه بار به پشت حرم سر بزنم. آلونک نشینای زیر پل مدیریت وسط دوان چمرانم فقط 5 دقیقه با برج لاکچری رویال که توسط سداد اجرایی فرمان امام ساخته شده فاصله دارم. دهبنکی‌های کنار دانشگاه از زهرا که به خاطر توسعه دانشگاه خونه‌هاشون رو خراب کرد. اهالی محله وصال تهران کنار دانشگاه تهران گیر افتادن و نشد و فقط میتونن به دانشگاه تهران بفروشن، نه کسی دیگه. نفر آبادیه کنار شاب درازیم همگی لحکی هم. همه مردم که تحت فشارن و رفتن اومدن جناهی فرقی به حالشون نکرده، همگیشون لحکی هم. برنده اصلی همه انتخابات ها اونایی هم که جهادی برج و مال ساختن و از کرباسی تا قالیباف فرقی به حالشون نمیده. برنده همیشگی بازی اشراف هم و بازنده همیشگی مردمی هن که هر کسی هم بره و بیاد سهمشون از بانک حد اکثر یه وام هست. همه مسخره کردن ما رو، ما رو یک عمر اینا مسخره کردن. اعراب دارن، اعراب اینا پرس نیستن. یارو بالش هم میده یکی پشت سرش ببره به عنوان برای تحقیر کردن ملت ایرانی که میخواد جای بشینه. بعد آخونده بشینه نگاه کنه، حمد قول والله بخونه که گوسفندا رو بکشن، مرغا رو بکشن فلان. قبلا گفتیم که لباس روحانیت زد در شنهای صحرا، مثلا لباس لباس میگن پیغمبر ایناست. درون دومی که انتخابش توسط قاضی القضات هارون الرشید ابو یوسف بوده که فرق عالم با جاهل تو خیابون تو کوچه معلوم بشه. سومی که این آیت الله و حجت الاسلام سقط الاسلام رو هم نوشتیم در کتاب دینداری و خردگی. اینم انگلیس ها ساختن در برابر ذل الله واژه آیت الله. بودجه اینا هم که به شما گفتیم از کجا میاد؟ بودجه از فاحشه خانه به خانم بیگم در هند. این بچه داره چیکار میکنه؟ داره یه بالش رو دوتا رو با خودش میبره دنبال این آخونده رو افتاده که آخونده که یه جایی میشینه اینا رو بزیر ما تحتش. آخه تا چه حد ما بدبخت و بیچاره شدیم؟ چاره ای؟ کجا اینا ایرانیان؟ کجا اینا پرسن؟ شما ببینید در برای همه تغییر ملت ایران و پولهای ما رو خرج عرب ها قبراشون آقا قبر حالا به زنده‌هاشون که دارن میدن چپل هست خرج قبراشون میکنن. بعد یه دست فروش بنده خدایی که یه ذره بهش بودن زندگیش تأمینه چی جو دارن میزنن کتن میزنن مردم اونجا هستن تماشا میکنن بزنید اینا رو. اسفند هفته گذشته یاد روز جدایی شاه از پرنسس ثریا بود. پرنسس ثریا کسی بود که واقعا شاه عاشقش بود. شاه خیلی عاشق پرنسس ثریا بود. ما این فیلم رو قبلنا پخش کردیم ولی حالا با یک مونتاژ جدید بیاد این جدایی و بیاد عشق شاه که پرنسس ثریا بود باز پخشش میکنیم که با داده‌های جدیدتر که ببینید که یاد پرنسس عزیزم ثریا هم گرامی داشته باشم.
میگه رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند؟ ترسیس سریا اندوهگین، شاه بانوی همیشه اندوهگین. وقتی من بهش گفتم بعد یادم گفت من توی یکی از این مجلات هم جایم گفت مصاحبه کردم، این حرف گفتم تیتر بزن، حالا نمیدارم مجلات رو پیدا کنم، که خودش گفت من شاه بانوی اندوهگینم و حتی تا آخرین روزهای مرگش غم تو چشاش میدیدی. محمد رضا شاه سه همسر داشت، نخستین فوزیه که یک شاهزاده بود و به درخواست پدرش و برای پیوند فرهنگی، تمدنی، سیاسی دو تا کشور ایران و مصر این ازدواج صورت گرفت. ازدواج دومش به درخواست خودش، حالا وارد مبحثش نمیشیم که چطوری با ثریا آشنا شد و پرنسس ثریا رو گرفت. همسر سومش هم که خانم فرح دیبا که بعد ملکه رو تغییر داد، شهبانو نامید خودشو، شهبانو فرح دیبا بود که دانشجوی بود ساده، با زندگی بسیار ساده، ولی تونست اون جایی که آرزوش بود برسه. در رابطه خودشون مطالبی نوشتن در کتاب کهن دیارا، صحبتایی کردن و دیگه شنیدید. اما آنچه نشنیدید در رابطه با پرنسس ثریا است که محمد رضا شاه شدیداً عاشق ثریا بود، یعنی عشقش در زندگی پرنسس ثریا بود. از تمامی عکس هایی که بر جای مانده، فیلم هایی که بر جای مانده، ارتباط عشقی این دوتا رو شما میتونید پیدا کنید و درک کنید که واقعاً محمد رضا شاه از صمیم دل عاشق پرنسس ثریا بود. ولی شوربختانه حسادت های خانوادگی و غیره دربار موجب شد که ایشون جدا بشه از ثریا. ثریا به من میگفت که مشکل فرزند نبود، چون ایشون دختری داشت و تاریخ ایران پر از شاه بانوست، زنانی که شاه شدن. پیش از اسلام شما بگیرید تا بعدش، زنها در تاریخ ایران چقدر نقش موثری داشتن. گفتیشون دختری داشت از فوزیه و من نیز همسرش بودم، میتونست یک زن جانشینش باشه، یعنی اون رو بهانه کردن. البته در همین رابطه من گفتگوهایی دارم با یه دختر خانمی که ایشون مدعی شد و مدعی بود که دختر پرنسس ثریا است، که یعنی پرنسس ثریا میتونسته بچه دار بشه بعد از اون بیماریه. به قضیش به هر حال وارد این مباحث نمیخوایم بشیم. میخوام من به شما این بگم که پرنسس ثریا رو شوربختانه کشتن و بردش بیژن رو میز کشتن، یعنی ما رو همیشه خونمون رو، خون بزرگانمون رو در هنگام هایی که احساس کردن مواردی هست ریختن بر زمین. پرنسس ثریا تمام ثروتی که داشت در بازار بورس جهانی بود و میدونید بازار بورس جهانی وقتی که سقوط میکنه پولها رو از دست میدن انسانها، خب مواردی پیش میاد. من خیلی به این قضیه نمیخوام بپردازم، چندین مقاله در این رابطه نوشتم. خود پرنسس ثریا من افتخار داشتم که در تقریبا یکی دو سال آخر زندگیشون تقریبا ماهی یک بار هم دیگر ببینیم، چون خونه ایشون نزدیک دفتر من که در شانزلیزه بوده و هست بود و این افتخار داشتم که هرگاه قهوه به کافه میرفت قبلش من خبر میکرد، میرفتیم میشستیم یه قهوه چایی یا کرم ایشون کافه کرم میخوردیم و بسیار صحبت میکردیم. و به ویژه این کتاب آیین اوستای من رو و پرست میلان دوسمیزاسیون فرانسه رو خیلی عیش علاقمند شده بود که تعداد جلدی رو خواسته بود در اختیارش داشته بودم، به دوستان فرانسه میشده بود. و در این اواخر دیگه حتی گفت من در روزنامه های فرانسوی آگهی دادم برای اینکه چی بگم اسمشو، کسی رو استخدام کنم که بیاد تو خونه کمک کنه، کار منو بکنه. یعنی تا این حد ناراحت بود و خیلی از اینکه ملت ایران قدر محمد رضا شاه رو ندونستن ناراحت بود، خیلی از این قضیه رنج می‌برد. این هم مواردی است که بماند به جای خود، با زدن یک آمپول عوضی به بهانه ستون فقراتشون چه هست و اینها، خلاصه ایشون جان داد. خیلی جالبه بدونید که وقتی که بیژن آمد به پاریس برای تشییع جنازه خواهرش که
دو سه روز بعد بود به من هی زنگ میزد که میخوام بیام پیشت، میخوام بیام پیشت. گفت آقا من میام. گفت نه نه من میام، من میام. دیدم نمیاد دیگه. ما یه روز بود که اون روز دیگه چیز نوامبر بود و تعطیلی بود توی فرانسه. بهش زنگ زدم گفتم بیژن جان من میام دنبال، چون فردا دفتر تعطیل و این حرفا. اصلا گفتم من فردا میام. فردا میشون نیومد دیگه. من بهش که زنگ زدم گفت خب پس شما بیان. رفتم هتل جورج سنگ، اتاق 108 و 107 در اختیارش بود. 107 در اختیار خدمتکارش، پیش خدمتش حسن آقا نامی بود که ایشون بعداً بر اساس مدارکی که ارائه کرده بود یه کاغذ ارث بیژن اونی که مونده بود بهش رسید. حالا اون خودش قصه ای داره. وقتی که من دیدمش در اتاق هتل خوابیده بود، گفت من چند روزی که نیومدم دیدن، عذر میخوام، دارم فقط آب پرتقال میخورم که حالا خوب باشه، میخوام دیگه تو رو ببینم. گفتم نه آقا ما اومدیم. یک سری مدارک رو داد به من بخونم. گفت اینا رو وکلا و محضردارای سریا آوردن به من دادن که من اینا رو امضا کنم. من آلمانی و انگلیسی بلدم، فرانسوی بلد نیستم، بخون ببین چی میگه. در واقع من مقالاتی نوشتم در نیمروز و رسانه‌های روزنامه‌های دیگه. حالا اینجا خلاصه‌ش به آگاهی شما میرسونم. من وقتی براش میخوندم گفتم اینجا اینا میگن که تو با تمام اختیارات رو به اینها واگذار کنی و و و گفت اه یعنی میام شلوارمون هم برای اینا دراریم. و دیگه ساعت 6 هفته بعد از ظهر بود به من گفت که تو میتونی برای من یه محضردار کسی پیدا کنی که بعد از اینا بکشم بیرون. گفتم حتما. به همین خاطر مهربان یاران من با وکیل خودم و محضردارم که آقای میشل گیلبو از خیلی معتبر در فرانسه، دوستان بسیاری که فرانسوی هستن یا غیرشون میشناسن، تماس گرفتم. و با که فردا روز تعطیلی بود یا امکان نبود، ساعت 11 بامداد قرار گرفتم که با بیژن بریم که این مدارک رو که اینا میخواستن بهش تحمیل کنن بده به گیلبو و متر گیلبو، میشل گیلبو، ایشون بشه محضردارش. ساعت برای من 7 بود. من از هتل اومدم بیرون، هتل جورج سنگم، اول خیابان جورج سنگ متعلق به سعودی هاست. و از هتل که اومدم پایین همین خدمتکارش آقای حسن آقا رو گفت برو فلانی رو تا دفتر مدرقه کن. ایشون هم سنت اشرافی و شاهنشاهی و اینها اومد که من رو تا دفتر همراهی کنه. من داشتم میرفتم دفتر، دیدم اکیوس که روزنامه فروشی نزدیک ما پوان دوو منتشر شده و روی جلد عکس سریاست و اینها. دو شماره خریدم، یکی خودم نگه داشتم، یکی دادم به حسن آقا. گفتم رفتی بده به بیژن، خوشحال میشه. رفت. من رفتیم دفتر رو بستیم، رفتیم کنه. ساعت 4 بامداد بود، به من تلفن کردن، از خواب بیدار شدم. اون موقع میبودی به من زنگ میزد برای مصاحبه، همین ساعت 4 زنگ میزد که میشد 7 و 6 هفته لس آنجلس. گوشی رو برداشتم، من دیدم میبودی نیست. گم از بیمارستان جورج پومپیدو تلفن میکنه. یک یارو رو آوردن، همینطور یه یارو رو آوردن اینجا و کارت تو جیبش بوده و آخرین حرفش این بوده که به این آقا زنگ بزن. گفتم که کیه؟ گفت بیژن ایسفندی. ایشون پرنسه. گفتم این پرنسه، مواظب باشین، بیژن اسفندیاری است، این برادر پرنسه سریا است. گفتم آره. گفتم فکرم تموم کرده. گفتم یعنی چی تموم کرده؟ شک کردم. گفتم آقا تو بیمارستانی؟ گفتم تلفن تو بدم. تلفن چی گرفتم و دوباره من زنگ زدم در باره بیمارستان جورج پومپیدوس. به حسن زنگ زدم در هتل جورج سنگ، گفتم تو کجایی؟ گفت من هتلم. گفتم اینو به من خبر دادن از قواره حالش خراب شد بودن بیمارستان. گفتم چطور حالش خراب شد؟ گفت تو رفتی، ما اینا غذا سفارش دادن، هتل غذا آورد، من رفتم تو اتاق خودم، ایشون تو اتاق خودش غذاش هنوز تموم نکرده، به من زنگ زد بی حالم خرابه. رفتم دیدم فلانه، زنگ زدیم آمبولانس اومد، ولی اینها ها نذاشتن که آمبولانس بیاد با بلانکار بیژن رو از توی هتل ببره. آدمی که حالش خرابه میگه توی روی چرخ گذاشتن، از توی آشپزخانه بردن از در پشتی سوار آمبولانس کردن بردن. گفتم آقا این کارا چیه؟ گفتن آقا آبرو هتل میره، مریض اینا همه مسئله داره عزیز من، ما غریبیم، ما تنهاییم. بعد خلاصه بردنش بیمارستان. گفتم تو چرا اونجایی؟ گفت منو که نبردم، من اینجا. گفتم خب من دارم میرم بیمارستان، تا پاشو بیا فلان جاست با تاکسی بگیر بیا. رفتم بیمارستان، شده بود تقریبا 5 بامداد. شوربختانه دیدم بیژن بزرگ و
تنومند خیلی بزرگ بود. 10 سال پیش یان دیده بودنش توی رخت خواب آب شده بود و مرده بود. فوری من اعلام کردم که ایشون به قتل رسیده. 10 سال پیش با من سالم بود داشت صحبت که هیچ مشکلی هم ندارم. با همین آقای حسن رفتیم با من به عنوان نزدیکترین دوستش به اصطلاح و شکایت کردیم در کمیساریای پاریس 8 شانزلیزه و بعد از اون رفتیم به یک سرویس منطقی هست در بخت کلیشی. اونجا با 2-3 بعد از ظهر ملاف بودیم و شکایت کردیم همه کارها و من پرونده تشکیل دادم و بعد اومدیم پسر به من گفت که فلانی دیگه پلیس با من مشورت میکرد این قضیه. پسر به من گفت فلانی بنز بیژن تو پارکینگ اینا دارن گرفتن اینا، خب بنز بدن ما بهش برم برگردم برم آلمان. و خیلی خدمت کردم با بیژن، من با پلیس صحبت کردم گفتم این ماشین بیژنی که کاری نداریم والله ایشون سوچیش بدین بابا برش بره آلمان. رفت آلمان. بعد بعدن شدیدم که ایشون مدارکی ارائه داده که بیژن دمدمای مرگش امضا کرده بود که وارثش ایشونه. حالا به این قصه کاری ندارم. و بعد از چندی به خاطر این که ایشون آلمانی بود و پرنسس سرایالیز آلمانی بود اصلا شکایت ما اینا همه ول شد و آلمان ها اومدن رو قضیه. این وکلار هم و محضردار ها هم همین ها هستن، حتی جورنالیست های آلمانی که اومدن اونجا با من صحبت کردن. خلاصه این پرونده به گونه مشکوک مختومه شد و شما همین روزی که میبینید مراسم بدرود با پرنسس سوریا هست در کلیسای در همون جورج سنگ، خیابان جورج سنگ، کلیسای معتبر، همه شخصیت ها اومدن. من از شهبونه هم خواهش کرده بودم بهشون تشریف بیارن. با بیژن هم تلفنی صحبت کرده بودن. بعد از اینکه من آمده بودم از بیرون، ولی بعدن که دیگه بیژن هم از جهان رفت، ایشون شاهزاده غلامرضا پهلوی برادر محمد رضا شاه و همسرشون منیژه رو فرستادن. 4 تا گل خیلی قشنگ شعبان فرستاده بود. همین دختر خانمی هم که مدعی بود دختر پرنسس سرایا است، از انگلیس و نیویورک اومده بود، ایشون هم اونجا بوده. 2 سالی بودن قریبانه بدرود گفتیم با آخرین عشق شاه عاشق سرایا بود. از روز نخست تا روز پایان مرگش هیچ کس براش سرایا نمیشد. با سپاس از برادرم مهربانیار مهندس امیر شجری دبیرکل این تلویزیون، دستان گرم همه شما رو میفشارم، روی ماهتون رو میبوسم و روزها و شبای خوشی براتون آرزو دارم. یادتون نره که 24 اسفند 14 مارس روز پدر هست. یاد روز شهر فرهنگ پاریس، تلویزیون مهر، رادیو آوا ایران، از 30 سال پیش تا به امروز همچنان در 66 خیابان شانزلیزه. مرکز پخش قوطی‌های جادویی جلباکس در سراسر اروپا با مناسب‌ترین قیمت که برای دیدن کانال تلویزیونی هیچ نیازی به نصب ماهواره روی پشت بام ندارید. شهر فرنگ 66 شانزلیزه برنده رو بیایید. شش و شش که که شش شش و فرشنگ شش و که که Bande organisée, une personne voulu canaliser dans la zone de pneumatisée, puis c'était par les banalisés. Hasta luego, saison 1. Hasta luego, saison 2. Bon rendez-vous, bien vite. شهر فرنگ پاریس در 66 خیابان شانزلیزه.